های حکاکپور، منطقه آذربایجان یکی از مناطقی بود که حکومت به شدت سرکوب کرد معترضین رو. چه جزئیاتی دارید از سرکوب، دستگیری احتمالی فعالین مدنی و همچنین معترضین در آذربایجان؟ بله، در آذربایجان خب سرکوب با تمام قدرت در انجام میشه و بازداشتی ها که خب خیلی بوده، ما دیگه تعداد بازداشتی ها اصلا بحث هزاران نفر هستش. منتها خب سازمان ما آداب بیشتر روی این فوکوس کرده که اون افرادی که جانشون رو از دست دادن و اینها رو داکیومنت بکنیم، که از بین اینها مهران شکاری از اهالی محله تقی‌آباد گشاچای میانداب در کرج جانش رو در 12 آبان از دست داده و گروهی از ماشین‌های ضد شورش پیکر ایشون رو به میانداب آوردن، به گشاچای آوردن و خانواده ایشون رو تهدید کردن که نباید تعداد افرادی که برای تشییع جنازه میان بیشتر از 20 نفر باشه، اون هم باید افراد مسن باشن و نباید اینها تلفن همراهی داشته باشن. در نهایت اینها رو که خب افراد رو که چیز کردن، از خانواده 200 میلیون تومان حق گلوله گرفتن و در نهایت یک شب این خانواده رو 20 نفر از اینها رو به قبرستان بردن و به گلشن زهرا بردن و اونجا تمام راه‌های مواصلاتی به گلشن زهرا رو بستن و اونجا به صورت مخفیانه سعی کردن که دفنشون بکنن. حالا ما دقیقاً نمی‌دونیم که آیا دفن انجام شده یا نه. در مورد دیگه اسماعیل حیدری که یک نفری بوده که برای در یک مغازه پتیرپزی در نشتاورد استان مازندران در کنار تنکابون مغازه داشته، به همراه برادرش اونجا کار برای کار رفته بود، در جریان اعتراضات 30 شهریور به ضرب گلوله کشته شد و خونواده ایشون رو به صورت خیلی شدیدی تهدید کردن که خونواده در نهایت بعد از 20 روز رفتن، چون ترسیده بودن از این قضیه، بعد از 20 روز رفتن و جسد رو تحویل گرفتن و آوردن و در روستای محل زادگاهش که قشلاق بخش مرادی شهر خیاو یا مشکین شهر هستش در استان اردبیل دفنش کردن. این خانواده از خانواده های بی بضاعت بودن و پدر خانواده سردار حیدری زمانی که رفته اونجا جنازه رو تحویل بگیره و دادستان تنکابون به ایشون گفته که خب شما اگه شکایتی داری ما میتونیم شکایت شما رو بنویسیم، ایشون هم گفته که خب من فارسی بلد نیستم و دادستان 5 تا ورقه از پیش تعیین شده رو جلوی ایشون گذاشته و ایشون بدون اینکه اصلا بدونه که چی هستش این ورقه ها رو امضا کرده. در یک مورد دیگه هم مرتضی شیر محمدی دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز چهارشنبه 11 آبان جسدش رو به خانوادهش تحویل دادن و مراسم سوگواری دیروز برگزار شده. ایشون اهل روستای خلوت ساینگالا یا شاهیندج بودن و به صورت محدودی افراد اجازه دادن که در این مراسم چیزشون شرکت بکنن، که مامورین ایشون رو بعد از اینکه چون خانواده ایشون فردی هستن که در عقیدتی سیاسی سپاه ارومیه هستن، پدرشون برای همین سعی کردن که این مسئله اصلا به رو نیاد، زیاد سر و صدا نکنه. در مورد دیگه ای نسیم صدقی که شما در تلویزیون اعلام کرده بودید قبلا که ایشون رو در ساینگالا، یک جوان آذربایجانی بود که در ساینگالا ایشون رو به خاک سپرده بردن، ایشون رو هم خانوادهش و پدرش رو تهدید کردن. اول مجبورش کردن که بگه که تصادف کرده، بعدا مجبورش کردن که بگه که دوست پسرش کشته و همچنین مامورین موبایل گران قیمت و گوشواره‌های دختر رو با خودشون بردن.